حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. هارالد روخ، نماینده پارلمان اتریش: رژیم ایران آشکارا در تلاش است تا با تهدیدات خطرناک سیاست خارجی خود از وضعیت متشنج سیاسی داخلی منحرف شود. جامعه بین المللی نمیتواند نقض وحشیانه حقوق بشر را بپذیرد. مایکل مک‌کال، عضو کنگره آمریکا: ایران مستقیما در حال انتقال سلاح به سوریه تحت پوشش امداد زلزله است. معافیت‌های تحریمی بیش از حد گسترده دولت بایدن به اسد و ایران این امکان را می‌دهد که از تلاش‌های امدادرسانی در زلزله سوء استفاده کنند. ما از دولت می‌خواهیم که به صراحت امدادرسانی به زلزله را تحت مجوز عمومی تعریف کند. سناتور لینزی گراهام، عضو مجلس سنای آمریکا: ما نزدیک به یک درگیری نظامی در منطقه هستیم. من نمی‌خواهم که ایران انرژی هسته‌ای داشته باشد. من نمی‌خواهم آنها غنی‌سازی کنند، زیرا آنها بزرگترین دولت حامی تروریست بر اساس قوانین ایالات متحده هستند. عفو بین‌الملل: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای پیرامون حملات به مدارس ایران، ضمن تأکید بر اینکه چنین حملاتی حقوق تحصیل، سلامت و جان میلیون‌ها دانش آموز دختر را هدف قرار داده، خواستار انجام تحقیقات مستقل در این زمینه شد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود این حملات سریالی را نوعی کارزار هماهنگ و سازماندهی شده برای مسموم سازی دانش آموزان عنوان کرد.